أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وآله الطاهرين اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان خوب عصر همه شما دوستان بخیر عصر شما هم بخیر انشاءالله خوبی و زندگی آرامی داشته باشید شما هم چنین سلامت باشید سلامت باشی زنده باشی خب سامان مقبول سلام شما خوب هستی سلام آقا بله خوبم شما خوب هستی خوبم متشکرم خانواده شما خوب هستن بله آنها خوب هستن خانواده شما چه خبر آنها خوبن شما چه کار میکنی من بس ما صحبت میکنم شما چه کار میکنی من سر کلاس هستم شما چه داری من خودکار دارم شما چه داری؟ من ماشیک دارم شما با خودکار چه کار میکنی؟ من با خودکار می نویسم بله من شما... با خودکار می نویسم شما بله فرمایی شما با ماشیک چه کار میکنید بله من هم با ماشیک می نویسم شما روی چه چیزی می نویسی؟ شما روی چه چیزی می نویسی؟ من روی دفتر می نویسم شما روی چه چیزی می نویسی؟ من روی تخته می نویسم من روی تخته می نویسم تلفن شما نامه می نویسی؟ بله من نامه می نویسم شما بچه کسی نامه می نویسی؟ من با امام زمانه نامی نمی به امام به این با نه اینجا به هست به من به امام زمان من به امام زمان نامی می نویسم من این طوری بگید من با خودکار من با خودکار به امام زمان نامی می نویسم بله؟ من با خودکار من با ماجیک بله برای شما درس می نویسم اب یہ پی کی جگہ ہو جائے تو برائی ہے من با ماجیک برای شما دوستان درس می نویسم متوجہ شدید بلے آگا بلے شما فرمائید بلے کدام چای گرم است این چای گرم است بله کدام دختر خودکار دارد اون دختر خودکار دارد بله کدام اتاق پنکھے دارد این اتاق پنکھے دارد بله این اتاق پنکھے دارد بله متوجہ ہستی یا نا توجہ ہستی این اتاق پنکھے دارا کدوم اتاق پنکھے دارا این اتاق پنکھے دارا بلے خدام بلے شما تو فرمائی بلے بلے خدام اتاق کوچی کست ہاں این اتاق کوچی کست بلے شما تو فرمائی خدام مدار کوتاست بلے آگا کدام مدار کوتا کدام مدار کوتا مدار کوتا بلے این مدار کوتا آن مدار بلند است آن مدار بلند است بلے کدام آقا چاک است این آقا چاک است این آقا چاک است بلے این آقا چاک است متوجہ شدی کدام دختر لاغر است اون دختر لاغر است کدام خانم کیف دارد آن خانم لاغر آن خانم لاغر بله اون خانم کیف دارد
کدام کدام خانوم کی دارن شما بگید آن خانوم آن خانوم لاغر وہ دبلی والی گڑی آن خانوم لاغر آن خانوم لاغر کی دارا بلے بلے کدام کدام آغا ماضی دارا شما بگید آن آغا یہ چاک ماضی دارا ماضی دارا بلے کدام کتاب کدام کتاب بلے مثلا بلے کدام کتاب بلند سیبا کدام کتاب سیبا آن کتاب کتاب آسمانی سیبا آن کتاب آسمانی متوجہ شدی دوستان بلے آغا خوب شما بھی فرمائیے زیبا سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا علیکم سلام بله من هم خوبم شما خوبید؟ خوبم متشکرم خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستن شما خانواده شما چی خوبه؟ آنها خوبه شما چی کار میکنی؟ من فارسی من کتاب فارسی میخوانم میخوانم بله من کتاب فارسی میخوانم شما چی کار میکنی؟ من درس مینویسم من در شما چه مینویسی؟ من درس مینویسم تکلیف مینویسم خب شما بله الان شما بفرمایید بله اب آپ کہیے شما چه مینویسی؟ شما چه می نویسی؟ من درس می نویسم. شما با چه چیزی می نویسی؟ من روی دفتر می نویسم. با چه چیزی می نویسی؟ من با خودکار. بله من با خودکار می نویسم. شما با چه چیزی می نویسی؟ من با ماضی می نویسم. شما روی چه چیزی می نویسی؟ من روی دفتر می نویسم. شما روی چه چیزی می نویسی؟ من روی تخته می نویسم خیلی خوب شما چه می پوشی؟ من لباس می پوشم شما چه می پوشی؟ من شلوار می پوشم شما لباس چه رنگی می پوشی؟ من لباس سبز می پوشم شما لباس چه رنگی می پوشی؟ من لباس سفید می پوشم من لباس سفید می پوشم خیلی خوب متوجه شدید؟ بله شما امروز بفرمایید با امروز چند شنبه است؟ امروز شنبه است فردا چند شنبه است؟ فردا یک شنبه است بله شما دیروز چند شنبه بود؟ دیروز چند شنبه بود؟ دیروز چند شنبه بود؟ بله دیروز جمعه بود فردا شما کجا می روید؟ فردا بازار می روم من فردا بازار می روم شما کجا می روی؟ من فردا پارک می روم شما با چه کسی بازار می روی؟ من مادرم با مادرم من با مادرم بازار می روم من با چه کسی من در روستا بازار می روم شما با چه چیزی بازار می روی؟ من با اتوبوس بازار می روم شما با چه کسی بازار می روم؟ من با چه چیزی با چه چیزی من با ماشین بله من با ماشین پارک می روم شما بفرمایید کدام پسر کدام پسر کلاه دارد؟ این پسر کلاه دارد کدام دختر انار می خورد؟ آن دختر آن دختر آن دختر انار دارد انار می خورد انار می خورد بله کدام آقا درس می خواند؟ بگید آن آقای چاق آن آقای چاق آن آقای چاق درس خواند یا بگید این خانم لاغر درس می خواند این خانم لاغر درس می خواند بله این خواهر خانم لاغر
خانوم لاغر تھن لیڈی دبلی لڑکی دبلی والے اور متوجہ شدی بلے خیلی خوب شما بفرمائی بلے خوب نشاط رزوی سلام رضوی نشاط رضوی سلام شما خوب هستی سلام آقا من خوبم شما خوبی خوبم متشکرم خانواده شما خوب هستن بله آنا خوب هستن خانواده شما چه خبر آنا خوبن شما چه کار میکنی من درخواست می نویسم شما چه کار میکنید من درس می نویسم شما با چه چیزی درخواست می نویسی من با خودکار درخواست می نویسم شما با چه چیزی درس می نویسم من با ماضی درس می نویسم شما روی چه چیزی درخواست می نویسی من روی دفتر درخواست می نویسم روی برگه برگه یعنی برگه جسم برگه برگه پیچ روی برگه بله من روی برگه من روی برگه درخواست می نویسم بله خوب شما به چه کسی درخواست می نویسی من به مدیر درخواست من به مدیر درخواست می نویسم مگر شما برای چه کسی درس می نویسی یا شما برای چه من میں آپ کو خط میں آپ کو درس نہیں لکھ رہا ہوں میں آپ کے لیے لکھ رہا ہوں شما برای چه کسی درس می نویسی برای چه کسی من برای دانش آموز من برای دانش آموزان درس می نویسم بله من برای دانش آموزان درس میں اسٹوڈنٹس کے لیے درس لکھ رہا ہوں متوجہ شدی بله خیلی خوب متوجہ شدی شما بفرمائید بله کدام صندلی برای نشستن است آن صندلی برای نشستن است کدام اتاق برای دارد کدام اتاق چه دارد کدام اتاق نور دارد میز دارد بله این اتاق میز دارد این اتاق میز دارد بله کدام اتاق آشپز خانه دارد آن اتاق آن اتاق آشپز خانه دارد بله کدام دختر موی بلند دارد موی دراز یا بلند کدام دختر موی بلند دارد آن دختر روی بلند دارد درب موی بلند دارد موی بلند لمبے بال بله لمبے بال بله بله کدام دست ماشی دارد این دست ماشی دارد این دست ماشی دارد ماجی در کدام دست است ماجی در این دست این دست است متوجه شدی بله آقا خیلی خوب شما بفرمایید آخرین زهرا سلام شما خوب هستی سلام آقا من خوبم شما خوبید خوبم متشکرم خانواده شما خوب هستی آنها خوبن خانواده شما چه خبر آقا آنها خوبن شما با خودکار چه کار می کنی؟ من با خودکار تکلیف می نویسم شما با خودکار یا با ماجیک چه کار می کنی؟ شما با ماجیک چه می نویسید؟ یا چه کار می کنی؟ چه کار می کنی؟ شما با ماجیک چه کار می کنی؟ من با ماجیک درس می نویسم خب شما بفرمایید شما روی چه چیزی تکلیف می نویسی؟ من روی تخته تکلیف می نویسم روی دفتر روی بله دفتر. روی دفتر تکلیف می نویسم شما روی چه چیزی درس می نویسی من روی تخته درس می نویسم شما نامه می نویسی بله من نامه می نویسم شما چه می نویسید من درس می نویسم شما بله به چه کسی نامه می نویسی من به پدرم نامی می نویسم شما به چه کسی درخواست می نویسی من به مدیر نامی درخواست می نویسم خب شما بفرمایید متوجه شدی سلطان می نویسم می نویسی بله آقا خب شما چه بله شما آفرین زهر چه می پوشی من روسری می پوشم شما چه می پوشید من پیراهن می پوشم کدام روسری سفید است
او آن کد روسری سپید است. آن روسری سپید است. بله. بله. کدام کفش بله. کفش تهویی است. کدام کفش تهویی است. بله. این کفش تهویی است. این کفش تهویی. بله. کدام دو کدام خانوم روسری صورتی می پوشد. آن خانوم روسری صورتی می پوشد. بله. شما روسری چه رنگی می پوشید؟ من روسری کفشی نه کفشی من روسری سبز می پوشم. بله من روسری سبز می پوشم یا مشکی می پوشم. بله مشکی می پوشم. بله آقا. خب گلناز فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوبم، شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. شما چه کار می کنی؟ من الان درس میخوانم. شما چی میخوانی؟ من شما چی کار میکنی؟ من درس مینویسم. شما با خودکار چی کار میکنی؟ من با خودکار تکلیف مینویسم. بگید من با خود بگید من با خودکار شعر مینویسم. من با خودکار نوحه مینویسم. بله خب بفرمایید. بله آقا، شما با ماجیک چی می نویسی؟ من با ماجیک بله واژه های جدید می نویسم. واژه یعنی؟ words. Word آسان. واژه. من با ماجیک واژه های جدید می نویسم. واژه های جدید یعنی new words. New words. بله. خب شما روی چه چیزی درس می نویسی؟ من روی دفتر درس می نویسم. شما روی چه چیزی درس می نویسی؟ من روی دفتر یا روی درس می نویسم. خب شما کدام کتاب می خوانی؟ من در کتاب کدام کتاب می خوانی؟ من آن کتاب می خوانم یا کتاب فارسی می خوانم. کدام کتاب می خوانی؟ کتاب اول می خوانم. کدام کتاب می خوانی؟ کتاب اول می خوانم. بله؟ بله آقا، من کتاب اول می خوانم. خیلی خوب، شما کدام لباس می پوشی؟ من جوراب می پوشم. کدام لباس می پوشی؟ بگید من آن لباس می پوشم. من بله کدام روسری سفید است؟ این روسری سفید است. بله کدام خانم مانتو دارد؟ آن خانم لاغر مانتو. آن خانم لاغر یا بگید آن خانم چاک. بله آن خانم چاک مانتو دارد. مانتو دارد. بله خوب نگاه کنید. بله اینجا نگاه کنید. کدام دست کثیف است؟ دست چپ. نه دست راست کثیف است. دست راست کثیف است. کدام دست نظیف است؟ دست چپ تمیز است یا نظیف. کثیف تمیز. کثیف تمیز. بله آقا. خیلی خوب، متوجه شدی دوستان یا نه؟ بله آقا متوجه شدم. خیلی خوب، همه دوستان متوجه شدید یا نه؟ بله آقا متوجه شدید. من دوستان برای شما چیزی توضیح میدم. الان بله متوجه چیز جدید یاد میگیریم. یه چیز جدید یاد میگیریم. بله سیده ایران سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله اونا خوب هستن. خانواده شما خوب هستن؟ خوبم. شما بفرمایید. آن خانم لاغر کدام روسری دارد؟ بله آقا. آن خانم لاغر کدام روسری دارد؟ آن خانم لاغر روسری سفید دارد. بله آقا. خب شما بفرمایید، شما کدام لباس می پوشید؟
من این لباس می پوشم. من این لباس می پوشم. شما مشکل روز آپ کو نیٹورک پرابلم رہتی ہے تو آپ کہتی ہیں کہ آپ وہی والا کیس کرتی ہیں جو میں شروع میں بتا چکا ہوں. ایک واقعہ سنایا تھا آپ لوگوں کو یا نہیں؟ ہلو بلے آ ایک واقعہ سنایا تھا کہ جب باپ اپنے بچے کو چھوٹے سے کو لے کے بچہ انگلی پکڑ کے میلے وغیرہ میں جاتا ہے, کبھی کبھی انگلی چھوٹ جاتی ہے, وہ کھو جاتا ہے. جب اس سے کوئی پوچھتا ہے بیٹا کیوں رو رہے ہو, میرے پاپا کھو گئے میرے, اسے یہ نہیں پتا کہ پاپا نے کھویا میں کھویا ہوں. جی ایسے ہی رہا میں ہوں, کہتی ہے آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آپ نیٹ خود کی پرابلم رہتی ہے ان کی. خوبی سار فاطمہ سلام شما خوب ہستی ایسار فاطمہ خوبی من خوب هستم شما خوبی؟ خوبم متشکرم. شما خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستم. خانواده شما خوب هستن؟ خوب هستم. شما بگوید کدام ماهی قرمز هست؟ این ماهی قرمز هست. این ماهی قرمز هست. کدام ماهی آبی هست؟ این ماهی آبی هست. ماهی آبی هست. بله. کدام دختر؟ کدام دختر قرآن دارد؟ آن دختر یا این دختر قرآن دارد؟ بله؟ بله آقا. شما چه می نویسید؟ من درخواست می نویسم. شما چه می نویسید؟ من نام می نویسم. شما با چه چیزی درخواست می نویسید؟ من با خودکار درخواست می نویسم. شما با چه چیزی نامه می نویسم؟ من با خودکار نامه می نویسم. خب شما بفرمایید شما روسری چه رنگی می پوشید؟ من روسری مشکی می پوشم. شما چه می پوشید؟ من روسری نه, من پیراهن می پوشم. بله آقا. بلی شما پیراهن چه رنگی می پوشید؟ من پیراهن بفرمایید من پیراهن سفید می پوشم. دوستان اینجا متوجه هستید یا نه؟ بله آقا متوجه شدم. دوستان همه شما دوستان انگلیسی بلد هستید؟ انگلیسی خواندید؟ انگلیش پڑھی آپ سب لوگوں نے؟ بله آقا. ایلیا سلام شما خوب هستید؟ سلام آقا خوبم شما خوب هم شکر خانواده شما خوب هستن؟ خانواده من خوب هستن. شما چه می پوشی؟ من پیراهن می پوشم, من شلوار می پوشم. اب آپ پوشید شما چه می پوشی؟ آپ بھی تو پوچھیے. آگا اس آپ پوچھ لیا گی اس سے پہلے آپ پوچھ لیا میرے مجھ سے نہیں تو بولنا کیسا ہے اگر میں ہی پوچھتا رہوں گا جواب تو کوئی بھی دے لے گا ایک دو دن کلاس میں آ کے بولنا جب بھی آئے گا اور اس میں کوئی ہارڈ بات تو ہے نہیں میں نے پہلے سے آپ سے میں تو وہی بات پوچھ پا رہا ہوں جو میں نے آپ سے پوچھی شما چے بھی پوچھی آپ نے کہہ دیا لباس میں پوچھا تو جو لفظ میں نے کہا وہ دہرانے میں آپ کو کیا جا رہا ہے شما چے بھی پوچھی وہ جملہ میں نے آپ سے پوچھا ہے سوال کیا ہے وہی سوال آپ اس سے کر لیں تو اس میں کیا جا رہا ہے شما چه می پوشی؟ من پی راهان می پوشم. شما چه می پوشی؟ شما چه می پوشی؟ من پی راهان می پوشم. خب دوستان اینجا متوجه هستید همه شما انگلیسی خواندید سب نے انگلیش پڑھی ہے بله آقا سوپرلیٹیو ڈگری جانتے ہیں بله آقا سوپرلیٹیو ڈگری جانتے ہیں بگ bigger, biggest, big, bigger, biggest, भले? This wall is big. This wall is big. This wall is big. This wall bigger than that muslin wall, भले? That this wall bigger than that, भले? Bigger than वह muslin this This wall, biggest wall in the
ہاسپٹل مسئلہ بھلے ایسے ہی یعنی یہ دیوار بڑی ہے یہ دیوار بڑی ہے نہیں بول رہا کوئی بھی اب تو میں اردو اور انگلش بول رہا ہوں بڑی لیکن ایک دفعہ میں کہتا ہوں یہ دیوار اس دیوار سے بڑی ہے یہ دیوار اس دیوار سے بڑی ہے اور ایک دفعہ میں کہتا ہوں یہ دیوار سب سے بڑی دیوار ہے یہ دیوار سب سے بڑی دیوار نکاح کریے میں فارسی نکاح کریے ابھی آپ نے پچھلے دار پچھلے دن میں نے آپ کو کیا سکھایا صفت بتائی نہیں بزرگ بلند کثیر تمیز گرم سرد بلے سرد ابھی جو صفت ہے یہ جو صفت ہے یہ صفت کبھی تو سمپل یوز ہوتی ہے کبھی تو بولیے سمپل یوز ہوتی ہے کبھی یہ صفت بغیر کسی مقابلے کے یوز ہوتی ہے اس کا کسی سے کمپیئر نہیں ہوتا نہیں کرتے آپ تین چائے گرم گرم تین چائے تو یہاں جو صفت ہے یہ گرم یہاں پر چائے کی جو صفت ہے گرم چائے گرم ہے نا لیکن کسی سے کمپیئر تو نہیں ہے نا کسی سے کمپیئر تو نہیں ہے نا کسی سے کمپیئر لیکن ایک دفعہ میں کہوں تین چائے گرم تر از آن گرم تر از آن چائے است از آن چائے چائے است یعنی یہ اب یہاں پر اس یعنی یہ چائے اس چائے کا ایک دوسری چائے سے کمپیئر ہو رہا ہے کس چیز میں گرم ہونے میں تو یہ چائے اس چائے سے زیادہ گرم ہے یہ چائے اس چائے سے زیادہ گرم ہے تو کبھی کبھی ہم صفت کو کسی سے کوئی کمپیئر نہیں ہوتا سمپل یوز کرتے ہیں کیا کرتے ہیں سمپل یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سمپل یوز کرتے ہیں جب ہم سمپل یوز کرتے ہیں سمپل یوز کرتے ہیں صفت کو کوئی کمپیئر نہیں ہوتا اس کا کسی سے تو اسے کہتے ہیں صفت سادے صفت سادے کیا بولتے ہیں صفت سادے صفت سادے سمپل تو یہاں پہ گرم ہے وہ کوئی علامت نہیں ہے اس کے اندر یہ سمپل ہے کیا ہے سمپل صفت ہے اس کا کسی سے کمپیئر نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ایک چیز کی کوالٹی اور صفت کا کسی دوسری ایک چیز یا کئی چیزوں سے کمپیئر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صفت برتر صفت برتر اس صفت کو صفت تفصیلی بھی کہتے ہیں صفت تفصیلی تفضیلی فضیلت سے تفضیلی فضیلت دینا جی یہاں پہ اس چائے کو گرم ہونے میں ہم نے فضیلت دی ہے اس چائے پر ہے نہیں یہ چائے اس چائے سے زیادہ گرم ہے تفضیلی صفت سمپل صفت صفت برتر ایک ہوتی ہے صفت برتری صفت برتری اسے صفت عالی بھی کہتے ہیں صفت عالی جب ہم کسی صفت کا کسی سے کوئی کمپیئر نہ ہو بس ایسے ہی بیان ہو یہ چائے گرم ہے یہ آقا موٹا ہے یہ لیڈی پتلی ہے یہ چائے گرم ہے یہ چائے ٹھنڈی ہے یہ ہاتھ گندا ہے یہ ہاتھ میلا ہے یہ ہاتھ صاف ہے کوئی کمپیئر تو نہیں ہے نا لیکن کبھی کبھی ایک چیز کی کوالٹی کا کسی دوسری چیز سے کمپیئر ہوتا ہے این دست کثیف تر از این دست یہ ہاتھ اس دست ہاتھ سے زیادہ مہنگا ہے تو یہاں کمپیئر ہو رہا ہے اس ہاتھ کا اس ہاتھ یا اس چائے کا اس چائے سے کمپیئر ہو رہا ہے لیکن کبھی کبھی ایک چیز کا اپنی جنس کے تمام چیزوں سے ایک ساتھ مقابلہ ہوتا ہے جی مثال کے طور پر یہاں پر جتنی بھی کرسیاں ہیں
ایک کرسی کا باقی سب کرسیوں سے. مثلاً ان سندلی بزرگ ترین سندلی در کلاس ہے, ان سندلی بزرگ ترین سندلی در کلاس ہے, یعنی یہ چیئر پوری کلاس میں سب سے بڑی ہے, سب سے بڑی. سب جیسے تین چائے, مثلا یہاں پہ آٹھ دس چائے رکھی ہوں, آٹھ دس چائے رکھی ہوں, اس میں سے آپ ایک اٹھا کے کہیں گے تین چائے گرم ترین چائے, گرم ترین چائے, این چائے گرم ترین چائے, در سینیاس, در سینیاس, یعنی یہ چائے سینی کے اندر سب سے گرم, سینی میں رکھی ہوئی ہے آٹھ دس چائے, تو میں یہ بتا دوں یہ چائے سینی میں سب سے گرم چائے ہے, سینی میں سب سے گرم چائے. تو صفت تو آپ کو میں نے کل پڑھائی تھی, یعنی پچھلے درس میں, پچھلے ریکارڈنگ میں پڑھائی تھی صفت, وہ سب سمپل تھی, کثیر نذیر, کثیر تمیز, بھلے چاک لاغر. اب ان میں اگر تر لگ جائے تو صفت برتر ہو جائے گی, چاک تر, لاغر تر, کثیر تر, تمیز تر, تو یہ ہو جائے گی صفت برتر. لیکن اس میں جب ہی لگے گا اذان کے ساتھ, جب اس کسی ایک کا کسی دوسرے سے کمپیئر ہو, مقابلہ ہو. لیکن کبھی کبھی اس صفت کے آخر میں ترین لگ جاتا ہے, گرم ترین, سرد ترین, بلند ترین, کوتاہ ترین, چاک ترین. اب میں آپ سے پوچھوں چاک ترین فرد کلاس خدا ماس, چاک ترین فرد کلاس خدا ماس, یعنی کلاس کا سب سے موٹا پرسن کون ہے؟ تو آپ شما, شما چاک ترین فرد کلاس ہستی ہے, شما چاک ترین فرد کلاس ہستی, یعنی شما چاک ترین فرد کلاس ہستی, یعنی آپ کلاس کے سب سے موٹے مکان فرد ہیں. صحیح ہے. میں آپ سے پوچھوں نگا بنی, مثلاً 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 میں کہوں این دراست بلند است, این دراست بلند است, کوئی کمپیئر نہیں, کوئی کمپیئر نہیں ہے. لیکن ابھی میں کہوں اب کیا ہو گیا, این دراست بلند تر آسمان درخت است, این دراست بلند تر آسمان درخت, بلند تر لیکن اب میں کہوں ہسنمک اتنی گندی پینٹنگ پہ ٹائم بھی نہیں ہے بنانے کا, ٹھیک ہے. میں کہوں مثلاً این درخت بلند ترین درخت, این درخت بلند ترین درخت, این درخت ایک کا باقی سب سے کمپیئر ہے, ایک کا باقی سب سے کمپیئر, جب ایک کا باقی سب سے کمپیئر ہوتا ہے تو کہتے ہیں صفت عالیہ, صفت برترین, اس کو ترین لگ جاتا ہے, بلند بلند ترین. جب یہ اکیلا تھا تو میں نے کہا تھا این درخت بلند, لیکن جب ایک ان دو تو ایک اور چیز آ جائے, اندرا بلند تر آسمان درخت, لیکن جب بہت سے آئے اندرا بلند تر اندرا درخت, ایسے ہی ایسے ہی آپ کہیے اندرا بلند است, ولی اندرا اندرا بلند بلند تر نہ ہو, جب اس سے مقابلہ تو آپ کہیں اندرا کوچک تر اندرا درخت, اندرا کوچک تر اندرا, لیکن جب اس کو کہیں گے اندرا کوچک ترین درخت, کوچک ترین درخت بنے, یا کوتا ترین درخت, سب سے چھوٹا ٹری ہے, سب سے چھوٹا. مثلاً آپ میں سب سے چھوٹا کون ہو سکتا ہے, سب سے چھوٹا کون ہوگا آپ میں سے, میں کہوں گا تو یہ تو کوئی نہیں, سب کہہ دیں گے میں سب سے چھوٹی ہوں, لیکن میں اگر پوچھوں آپ میں سب سے بڑا کون ہے, کوئی نہیں بتائے گا. سب سے چھوٹا آپ میں سے کون ہو سکتا ہے, مثال کے طور پر بولیے, کسی کا نام لے لوں تو پھر برا مت مانیے گا, آپ کو خود بتا دو.
مثلاً آقای شبیر، مثلاً میگم آقای شبیر مثلاً قد بلند است، قد بلند است یا بلند است، یعنی هایت لمبی ہے. لیکن میں کہوں پھر آقای شبیر قد بلندترین فرد کلاس ہے، قد بلندترین فرد کلاس ہے، یعنی آقای شبیر کلاس کے سب سے لمبی ہائٹ کے فرد ہیں. صحیح ہے؟ مثلاً گلے ناز پاتے میں لاغر است، گلے ناز پاتے میں لاغر است، کوئی کمپیئر تو نہیں ہے، کوئی کمپیئر تو نہیں ہے. پھر میں کہوں گلے ناز، گلے ناز پاتے میں لاغر تر مجھ سے کمپیئر مثلاً، یا ایریا لاغر تر مجھ سے زیادہ پتلی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب بالکل مثلاً مہمان بھی ہوا، مثلاً مثلاً ایران لاغر ترین فرد کلاس است، بلے سب سے تھین ہے. بلے آغا کیا میں صحیح سمجھا پایا آپ کو؟ صحیح سے کر کے اس کو صفت سادے، صفت برتر، صفت برترین کو کیا میں صحیح سمجھا پایا؟ نہیں، بات سمجھ آنے کی نہیں ہے. آپ تو سب لوگ ماشاء اللہ ذہین. کیا میں سمجھا پایا؟ آپ لوگوں کا مرے دل سے دل سے کہنے کا مقصد مطلب یہ ہے کہ نہیں سمجھا پایا ہے. صحیح سمجھا دیا. چلیے متوجہ شو دی تھامی شمان استاد لکھا ہے. دیکھیے یہ جو صفات گر، ضروری نہیں ہے کہ صفات اچھی ہو، بری بھی تو ہو سکتی ہے. کہیں یہ گرم ہونا بری صفت ہو جاتی ہے، کہیں اچھا ہو. تو انسان کی تھنکنگ پہ ہے اور اس کے رسم و رواج. تو یہاں اگر کوئی علامت نہ ہو صفت میں تو صفت سادہ ہے، اور اگر علامت تر ہو تو صفت برتر، اور ترین ہو تو صفت برترین. ان کا یوز کب ہوتا ہے؟ اگر کوئی علامت نہ ہو تو یہ جب ہوگا جب کسی چیز سے کوئی کمپیئر نہ ہو. تر میں اذان لگے گا، اذان لگے گا اس سے، اس سے دیکھیے گرم، اس سے گرم، سب سے گرم، گرم اس سے گرم، سب سے گرم. جی بگ، بگر، بگیسٹ، بڑا اس سے بڑا، سب سے بڑا. جی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ دس مارکر از بگ، دس مارکر از بگ. لیکن جب ہم کہتے ہیں اگر یہ بڑا ہو یا یہ چھوٹا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ دس مارکر بگر دین دیٹ، بڑے مارکر بگر دین. بگ کے ساتھ کچھ نہیں لگا، بگر دین، بگر دین. لیکن یہی ہے بگر دین، یعنی حضور کا رضان. بلے آگا. اور ایک بار بگیسٹ یعنی گرد مسلم. متوجہ شدی؟ بلے آگا. میں نے آپ کو سمجھایا گا، جس پہ کوشش کر کے آئیے گا، ایک دو دن بھی لیں گے تو چلے گا، ایک دو دن بھی لے لیں گے چلے گا، کوئی بات نہیں. صفتیں میں نے اس دن لکھوائی ہیں آپ کو، ان صفتوں کو کاپی پہ لکھ کے جملے بنا دیجئے گا. جیسے جملے بنا کے پریکٹس آپ لوگ کر سکتے ہیں. جیسے وہاں پہ کیا تھا؟ لاغر اور چاند. لاغر کی کر لیجئے، ان خانوں لاغر، ان خانوں لاغر تر از آن خانوں مست، ان خانوں لاغر تر ان پردے کے ناس آس، یا پردے سے موادے، ان آغا چاند مست، ان آغا چاند تر از آن مست، ان آغا چاند تر ان پردے کے ناس آس. بھلے ایسے کرتے اگر آپ آٹھ دس صفت کو اس طریقے سے تینوں طرح سے یوز کر لیں گے سب سمجھ میں آ جائے گا. حالانکہ اتنی کوئی ہارڈ چیز ہے نہیں. اگر انگلش پڑھے ہوئے ہیں آپ کو، ہر زبان میں ہوتی ہے یہ چیز تو نہیں. بھلے آگا سلامت باشید ہمیں یہ شما دوستان خوب ام البنین سلام شما خوب ہستی خوب هستی شما؟ بله آقا من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل پاکستان هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل هندوستان هستم. شما با خودکار چه کار میکنی؟ من با خودکار درس می نویسم آقا. شما با خودکار چه کار میکنی؟ شما با خودکار چه کار میکنی؟ اب آپ پوچھئے. من با خود کار نام می نویسم. شما روی چه چیزی درس می نویسی؟
من روی دفتر درس می نویسم شما بچه روی چه چیزی؟ بله روی چه چیزی نامی می نویسی؟ من روی برگه نامی می نویسم من روی برگه نامی می نویسم خیلی خوب شما بفرمایید بله آقای غلام عباس سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا بله آقا من خوب هستم شما خوب هستید آقا خوبم متشکرم خانواده شما خوب هستن؟ الحمدلله انا خوب دوستان اینجا نگاه کنید درس هستم لا لا لی لی لو لو هم ورس از این سے ہم نے سات ورس لکھ لیے خوب آقای غلام عباس بله این کودک چه دارد؟ این کودک لب دارد بله این کودک لب دارد بله اتاق چه اس کی پریکٹس کر لی تھی ہم نے یہاں پہ بله آقا لب دارد अरे हम बोले देखिए इसकी तो हमने प्रैक्टिस कर ली थी ना कहाँ तक की थी यहाँ तक की थी ना यहाँ तक बोले और ये गुलाम अब्बास इंचीस्ट इन नान अजगा बोले नान कुजास नान दर नानवाईयास नान दर नानवाईयास नानवाई किसे कहते हैं रोटी की दुकान को रोटी की दुकान को कहते हैं नानवाई और रोटी पकाने वालों को कहते हैं नानवा شما چه چیزی دوست داری؟ من ناریل دوست دارم ناریل من ناریل دوست دارم بله این چیست؟ این ناردبان اس کا مطلب یاد نہیں کیا آپ نے ناردبان نردبان بله این نردبان است نردبان کجاست نردبان روی بام است بله روی سقف سقف روی سقف است بله بام روی بام خوب است خب این دختر چه کار میکند این دختر نماز میخواند میخواند آقای شبیر سلام شما خوب هستی سلام آقا وعلیکم السلام این چیست این سیب است چه کسی سیب میخورد؟ چه کسی سیب میخورد؟ نگهبان احسن نگهبان سیب میخورد نگهبان سیب میخورد چه چیزی برای نشستن است؟ نیمکت برای نشستن است بله دوست شمال کجاست؟ دوست من اهل نایجیریا اهل نایجیریا است بله خیلی خوب دکتر دکتر یا پزشک چه می نویسد پزشک چه می نویسد پزشک نسخه ما نسخه می نویسد پزشک نسخه می نویسد چه چیزی برای خوردن است نوشابه برای خوردن است نوشابه این چیست این نقطه است نقطه 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 این نقطه است نقطه وہ جو نقطه ہے وہ پوائنٹ کو کہتے ہیں نقطه ایک ہوتا ہے نقطه ایک ہوتا ہے نقطه نقطه یعنی ڈاٹ نقطه یعنی پوائنٹ بنے ہوتا تاریخ کا ہوتا نورانی است وہ ہوتا چه دار ہوتا نور دار بنے بنے ہوتا نور دارد متوجه هستید همه شما دوستان بله آقا عرشی حسین سلام شما خوب هستی خوب ممنون شما خوبی خوب متشکرم خانواده شما خوب هستن بله آنها خوب هستن خانواده شما خوب هستن شما چه کار می نکم چه کار می کنی من درس میخوانم من درس میخوانم خب با پوچی شما چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم شما چه می نویسی؟ من درس می نویسم من نام می نویسم شما با چه چیزی نام درس می نویسی؟ من با خودکار درس می نویسم شما چه چیزی درس می نویسی؟ با چه چیزی؟ من با ماشی خب آنها آنها چه کار می کنن؟ آنها
یادی نیکی ورس مینی آنها ورزش میکنن آنها ورزش میکنن آپ نے ورس مینی یاد نہیں کیے این چیز این ورق بلے این ورق کتاب چھے تھا کتاب ورق بارد بلے چھے چیزی در اتاق ہے چھے چیزی در اتاق ہے چھے چیزی در اتاق ہے کوئی اور بول دو بھائی انہوں نے تو یاد نہیں کیا ورڈس میننگ واکس در اتاق ہے چھے چیزی در اتاق ہے واکس در اتاق ہے بلے تم بلے پیزیش چھے دارار پیزیش چھے دارار پیزیش واکسین دارار واکسین دارار واکسین دارار بلے 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 اہلِ دوستِ شما اہلِ کجاست دوستِ شما اہلِ کجاست دوستِ مان اہلِ وینزویلا اہلِ وینزویلا انجر کا کنین ولادت 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 نکل گیا انڈے سے بچہ دیکھ لو ولادت ولادت متوجہ سے ہندوستان یا نا آن خانوم کجاست آن خانوم روی ویلچیر است ویلچیر است روی ویلچیر است آن پسر چه کار میکند آن پسر وضو میگیرد وضو میگیرد وضو میگیرد وضو گرفتن آتا ہے وضو میگیرد خیلی خوب ورود ممنوع ورود ممنوع ورود اینجا ورود ممنوع است اینجا بله چه چیزی در انگل است چه چیزی در انگل است دوستان وقت تمام شد بلے انشاءاللہ فردہ حتمان دوستان این عرب بخانی ہم صفح ہم خدا ہم میخانہ میخانی این عرب تکرار کنید تکلیف بنویسید مرور کنید وصلی اللہ علی محمد و آل الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد دوستان انشاءاللہ موفق و مقید باشید مراقب خودتان باشید خدا نگہدار شما خدا حافظ شما دوستان مراقب خودتان باشید پراموش کے نام بیوارڈ آپ بھولے تو نہیں ہے نا بات کو نام بات سنام بھلے آبا مرافق خودتان باسی یہ بھول تو نہیں گیا آپ کو مرافق خودتان باسی دیا نہیں نا آبا مرافق خودتان باسی دیا نہیں take care of yourself آستان مرافق خودتان باسی مرافق خودتان take care خودتان باسی مرافق خودتان باسی باشید یعنی take care yourself بلے آقا take care yourself مراقب خودتان اپنی کیئر کیجئے اپنے مراقب رہیے اپنا کیئر کیجئے مراقب خودتان باشید یعنی take care yourself خدا حافظ سلامت باشید